سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. این پنجمین قسمت از دوره ادیت عکس آتلیه، امیدوارم اون 4 قسمت مربوط به روتوش پوست به دردتون خورده باشه. توی دیسکریپشنش نوشتم که اگه اون 4 قسمت رو بگذرونین دیگه واقعا با اعتماد به نفس میتونین بگین در مورد روتوش پوست همه چیزو میدونین. امروز قراره راجع به اصلاح رنگ پوست با هم دیگه صحبت کنیم که حالا به خاطر درست نبودن وایت بالانس یا هر چیز دیگه ای عکساتون میتونه قرمز باشه، سبز باشه، رنگ درست پوست خلاصه نباشه. تو این قسمت که قسمت پنجمه قراره راجع به این موضوع صحبت کنیم، هر چیزی که میدونم و بهتون بگم که دیگه روشی نباشه که ندونین. جاج کلابم که کانال جدیدمونه، امیدوارم که اونم برین سابسکرایب کنین و از ویدیوهاش لذت ببرین. یادم رفت بهتون بگم که اگر جدیدن عضو کانال شدین، من هانیه فرهودی ام و اینجا قراره که دوره های مختلفی داشته باشیم. تصمیم گرفتم به جای اینکه ویدیوهای دونه دونه بخوام براتون بذارم و مختلف و پراکنده، هر چیزو تبدیل به یه دوره کنم. الان توی دوره ادیت عکس آتلیه ایم، دوره بعدیمون هم به انتخاب شما میتونه تولید محتوا و درآمد از یوتیوب باشه، میتونه پریمیر باشه، میتونه سایتای فریلنسری باشه یا هر کدومو که به ترتیب بخواین. خلاصه پیش میریم، بریم شروع کنیم فعلا اصلاح رنگ پوستو. خب اولین و شگفت انگیز ترین راه حلی که برای درست کردن رنگ پوست میتونین توی عکساتون استفاده کنین که واقعا با یکی دیگه خیلی جالبه، اینه که تو هر عکسی که احساس میکنین که رنگ پوست درست نیست، بیاین از قسمت ادجاستمنت کرو رو انتخاب بکنین. من یه ذره زوم بکنم که بتونین خوب ببینین. من میام این دومین قطره چکونی که هست، یعنی وسط این ستایی که هست، وسطی رو انتخاب میکنم. هر جایی که انتظار میره سفید باشه، توی عکس پورتره معمولا این قسمت سفیدی چشم انتظار میره که سفید باشه دیگه، ولی حالا اگر مشخص نبود، خیلی باریک بود، کوچیک بود، هر چیزی، هر جای دیگه عکستون که انتظار میره سفید باشه، یک کلیک اگه که بکنین، بوم، میبینین که عکستون به مقدار خوب و قابل توجهی اصلاح شد. یعنی این انقدر قرمز بود و الان به نظر من تقریبا مثلا تا 90% رنگ این پوست درسته. پس این یکی از سریع ترین و شگفت انگیز ترین کارهایی که میتونین انجام بدین. الان توی این عکس میبینیم که چقدر زرده. من کرو رو انتخاب میکنم، قطره چکون وسطیه که مربوط به میتوناس رو انتخاب میکنم. توی این قسمتی که باید سفید باشه چشم معمولا کلیک میکنم و تمام. حالا ببینیم اگر جاهای مختلف کلیک بکنیم چه اتفاقی میفته. میتونین جاهای مختلف رو کلیک بکنین تا به بهترین نتیجه ای که میخواین برسین. این قبلشه و این بعدش. پس این یکی از سریع ترین راه هاست که میبینین نتیجه نسبتا خوبی هم داره. میگم تا 90% من فکر میکنم که این نتیجه میده. حالا بیایم سراغ یه عکس دیگه. این عکس میبینین رنگ پوست اصلا شاید مشکلی نداشته باشه، ولی اون چیزی نیستش که من ازش انتظار دارم. یعنی مثلا اون جلوه خاص رو نداره یا توجه رو نمیاد جلب کنه. اصلا یه جورایی میتونیم بگیم با بک‌گراند انگار تلفیق شده، توجه بیننده رو خلاصه به این پورتره جذب نمیکنه. یکی از کارهایی که با این تا روش مختلف میتونین انجام بدین، حالا من یه مدلش و چند مدلش، حالا یه مدلش هم نه واقعا چند مدلش الان بهتون نشون میدم، اینه که بیاین از گریدینت مپ استفاده کنین. از قسمت ادجاستمنت گریدینت مپ رو انتخاب میکنم. اینجا برای من یه نقشه رنگی داره نشون میده که این سمت قراره که رنگای تیره من باشن و این سمت قراره رنگای روشن باشن. من میام روی این کلیک میکنم و میخوام که اسکین تونم رو بیام رنگاش رو خودم از اینجا انتخاب بکنم. توی قسمت رنگای تیره، رنگای روشن و میتونم. حالا از همینجا تنوع استفاده از این روش شروع میشه. شما میتونین از رنگای خود پوست استفاده کنین، بعد بیاین اونا رو جلوه بیشتری بهشون بدین، یا میتونین یه عکس دیگه که به نظرتون به این عکس نزدیکه و اون رنگایی که توی اون پوست شخص اون یکی عکس وجود داره شما دوست دارین، اونو بیارین اینجا ازش استفاده کنین. اگه میخواستین از خود پوست این شخص استفاده بکنین که تو عکستونه، باید بیاین روی این اسلایدر مربوط به رنگ کلیک بکنین، یک کلیک دیگه روی این، ولی هر رنگی بیاین انتخاب کنین سفیده. چرا؟ چون به صورت دیفالت تو فتوشاپ میاد ماسکش انتخاب میشه که ماسکش هم سفید خالیه. پس بیاین این سمبل مربوط به خود گریدینت رو انتخاب بکنین، بعد اینجا رو انتخاب بکنین. منتها قبل از اینکه روی اینم بخواین کلیک بکنین، چشم کنارشو بزنین غیر فعال بشه. نقشه رنگی رو باز میکنم، روی این تک کلیک، روی قسمت کالرش تک کلیک و این رنگ مربوط به نقاط تیره رو انتخاب میکنم. روی نقاط مربوط، این فلش مربوط به نقاط روشن یا هایلایت هم کلیک میکنم، یک کلیک روی این انتخابش میکنم، اوکی، و یک کلیک
این وسط میکنم که یه دونه دیگه از این فلش ها برام درست کنه و حالا یه میدتونی رو انتخاب میکنم. اوکیش رو دوباره میزنم، اینو روشن میکنم، منتها میذارمش روی کالر. اینو تا اینجای کار داشته باشین. این یکی از روش هاییه که میتونین بیاین رنگ پوست رو انتخاب کنین و بعدا قراره تغییرش بدیم و اینطوری قرار نیست بمونه. منتها چون ادامه مسیر یکیه، من روش دومم میگم، بعد بهتون میگم که ادامه مسیر کجاست. پس بذارین من اصلا اینگریدینت رو پاک کنم، یه عکس دیگه که رنگ پوستش رو دوست دارم بیارم. خب من این عکس رو آوردم، شاید اصلا بگین که رنگ پوست این به این یکی اصلا ربطی نداره، ولی میخوام بهتون نشون بدم که چرا از نظر من خیلی هم اوکی. لایه بک‌گراندم رو انتخاب میکنم، گریدینت مپ رو باز میکنم، روی نقشه رنگی میزنم. برای نقاط میتونید روی اینم دبل کلیک کنید، منتها با قلم نوریتون شاید زیاد نتونید. اگر که با موس راحت میتونید روی این دبل کلیک کنین، یا اگر که سختتونه روی این یه تک کلیک کنین و اینجا کالر رو انتخاب کنین. تیره ترین رنگی که توی این عکسه چرا سفید شد؟ به خاطر اینکه ما روی ماسکشیم. بیاین روی سمبلش، تیره ترین نقطه رو از اینجا انتخاب میکنم، اوکی رو میزنم. روشن ترین نقطه رو از اینجا انتخاب میکنم که این نوک بینیش که هایلایته، اوکی. و یه نقطه هم برای میدتون ها به وجود میارم که هر جاش دیگه میتونه میدتون باشه، اوکی. خب من نمیخوام اینو دیگه میتونیم آفش کنیم. من نمیخوام این رو کلیت عکسم باشه. چیکار باید بکنم که فقط روی پوست باشه؟ اینجا همون راهیه که بهتون گفتم که ادامه راهه، یعنی تا اینجا دوتا روشمون یکی بود، چه اینکه بیاین از خود عکستون رنگا رو بگیرین چه از یه عکس دیگه. حالا ادامه مسیر چیه؟ من باید بیام فقط این رنگی گریدین مپی که دارم و رنگایی که دارم روی پوست اجرا کنم. اولین کاری که میتونین بکنین اینه که بیاین دو قسمت سلکت یا کالر رنج رو انتخاب بکنین، یا حالا بهتون میگم چی. توی این قسمت میتونین اسکین تون رو انتخاب کنین، ولی میبینین که توی این عکس و احتمالاً خیلی از عکسهای دیگه سلکت دقیق انجام نمیده. چرا؟ چون مثلا بک‌گراند من اینجا قرمزه و رنگ پوست هر رنگ پوستی که باشه، چون رنگ دونه هاش قرمزه قطعا انتخاب میشه و میبینین اصلا واقعا انتخاب دقیقی نیست، هر چقدرم که فازینسش رو کم و زیاد کنین. یا میتونین از این قسمت بیاین سمپلد کالر رو انتخاب بکنین، کلیک بکنین، فازینسش رو بیشتر بکنین، ولی بازم میبینین که سلکشن دقیقی نداره. تو بعضی از عکس ها ممکنه جواب بده، تو عکس الانمون میبینین که خیر. کاری که من انجام میدم اینه که اینو گریدینتی که داریم، اول و مهمتر از همه این که اینجا روی سافت لایت بذارینش، اوپاسیتیشو یه ذره کم بکنین. من میام روی ماسکش کنترل آی رو میزنم که اینورت بشه. در واقع ماسک من همش مشکیه و این گریدینت هنوز هیچ جایی عکس اجرا نشده. براشم از اینجا انتخاب میکنم، رنگ فورگراندم سفیده، فلو روی 40% میتونین از بیشترم شروع کنین. اینجا چیزی برای از دست دادن نداریم، چون هر وقت بخوایم میتونیم برگردیم. شروع میکنم به صورت دستی روی پوسته کشیدن. فقط دقت کنین که یه براشی داریم که لبه هاش خیلی خیلی سافته و شروع میکنم به کشیدن روی قسمت هایی که مربوط به پوستشه. دیگه روی چشم و ابرو این چیزها نمیکشم. اگه میخواین ببینین که کجاها دارین میکشین، اگر بک اسلش رو روی کیبوردتون بزنین، این قسمت هایی که قرمزه یعنی ماسکش مشکیه و قسمت هایی که دیگه قرمز نیست یعنی که سفیده و داره اجرا میشه. خب من هر جا که بزنین دستشم سریع انتخاب کنم که دیگه بریم روی قسمت هایی که مهمه. اوکی دیگه حالا خیلی لازم نیستش سخت‌گیری بکنیم، فکر میکنم که خوب و کافیه. دوباره بک اسلش رو میذارم که از این حالت در بیاد. قبل و بعدش من میتونم اینجا اوپاسیتیش رو کم بکنم، فیلش رو کم بکنم، یا اینکه بلند مودش رو دوباره بیام بذارم روی کالر. کالر رو من اینجا نمیپسندم، پس روی همون سافت لایت میذارم. این قبل و بعدشه. منتها کار دیگه‌ای که دوست دارم انجام بدم برای اینکه صورت و چهره پاپ بشه، چجوری بهش میگن، برجسته دیده بشه، میام از قسمت ادجاستمنت کرو رو انتخاب میکنم. چند تا کار میتونیم بکنیم. اول از همه این که بیایم ببینین اگر من این قسمت مربوط به وایس رو بیام به سمت چپ،
شروع میکنه به روشن شدن قسمت های سفید. منتها من نمیخوام جزئیات قسمت های سفیدم از بین بره، آلت رو نگه میدارم، اینو میکشم به سمت چپ. تو این قسمت ها اگر که جزئیات از بین بره مهم نیست، چون ما الان فوکوسمون روی پوسته. همینجوری که آلت رو نگه داشتم اینو میکشم به سمت چپ، هر لحظه که اینجا دیدین تو پوست شروع کرد به حذف شدن جزئیات، قبل از اون من کارم رو متوقف میکنم. و اینکه میتونین این دست اینجا رو بردارین، کلیک کنین، انتخاب کنین، یه ذره قسمت مربوط به هایلایت ها رو بیشتر میکنم، انتخاب شده است دستم، قسمت مربوط به شادو ها رو تیره تر میکنم. بذارین قبل و بعدش رو ببینیم، قبل و بعدش. منتها این رو کل عکس اجرا شده، من نمیخوام رو کل عکس باشه. آلت رو نگه میدارم، بین این دوتا لایه دارم میگم که این لایه کروم، این کروه فقط توی همین ماسک دیده بشه. با نگه داشتن آلت یا آپشن روی مک کلیک میکنم و ببینین فقط روی پوست اجرا میشه، دیگه رو کلیت عکس نیست. حالت اول عکس رو ببینیم، اولش این بوده و الان این شده. باز من میتونم با دبل کلیک کردن روی این سمبل مربوط به گریدینتم و انتخاب کردن اینجا بیام رنگایی که اینجا داشتم رو تغییر بدم. مثلا من میگم این خیلی سچوریشنش بر من کم یا زیاده، روی این کلیک میکنم، کالرش رو باز میکنم. اصلا بگین که شما میخواین یه رنگ قرمز بذارین، هر چیزی که بخواین از اینجا میتونین انتخاب بکنین. میبینین چه اتفاقی داره میفته، میتونین رنگای شکلاتی انداخه، هر چیزی. واقعا گفتم میتونین برین عکسای دیگه‌ای که مربوط به پورتره‌های دیگه است بیارین و از رنگای اونا استفاده بکنین. اینم از این. حالا من میخوام مثلا یه ذره رنگ مربوط به هایلایتاشو روشن‌تر بکنم. ببینین بیام سمت، چرا رفتم اونجا سمت سفید زرد. اوکی، قبل و بعدش، قبل و بعدش. این روی هر رنگ پوستی میتونین اجرا کنین. یه روش دیگه هم تو ذهنم هست که بهتون بگم، بیمونم بهتون نشون بدم. خب توی این عکس میبینین که دیگه سفیدی چشمش مشخص نیست که من برم روش کلیک کنم. بیاین روی این آرم لباسش که احتمالا سفید بوده کلیک بکنیم. قطعه چکون وسطی رو انتخاب میکنم، روی این قسمت کلیک میکنم و بوم. حالا وقتی این کار رو انجام دادم حس میکنم پوست خیلی بیرنگ و رو و روح شد. کاری که انجام میدم میام رو خود بک‌گرانده ببینم از اینجا میتونم کالر رنج رو که میزنم اسکین تون رو انتخاب کنم یا نه. اینجا به مقدار خوبی اسکین تون، چون بک‌گراند همش سبز و این داستان هاست، اسکین تون انگار مشخص تر. اوکی میزنم که اینجا رو برام انتخاب کنه، ولی یه قسمت های دیگه هم انتخاب شده. لسو تول رو بر میدارم، آلت یا آپشن رو نگه میدارم، این قسمت هایی که نمیخوام و خیلی سریع میزنم که حذف بشه. دستش و این داستان هم که انتخاب شده، خب من الان اسکین تونم سلکت شده است که البته ترجیح میدم شیفت رو نگه دارم این قسمت ها رو بهش اضافه بکنم، چون اینا هم بخشی از پوسته که خب به خاطر حالا کالر رنجش در نظر گرفته نشده. دستش هم به همین ترتیب یه سلکت شلخته ای دارم میکنم که حالا میبینین چرا. بعد از اینکه انتخابش کردم از این یه کپی میگیرم، ماسکشو میزنم که فقط این قسمت ها انتخاب بشه، حالا بهتون میگم چرا. بعد میتونین از اینترنت یا از این پلت ها واقعا زیاد هستش یه دونه پلت رنگی بیارین که من اصلا اکشنش رو درست کردم، یعنی فقط اوپن شدن این پلت رنگیه و چسبیدنش به این گوشه رو من اومدم اکشنش رو درست کردم که هر وقت لازم بود ازش استفاده کنم. حالا به نظر شما پوست این به کدوم یکی از اینها نزدیک‌تره؟ من فکر می‌کنم یا اولیه یا دومی، که حالا دومی رو در نظر میگیریم. خب بذارین این پلت رو بذاریم کنار، حالا که میدونیم رنگ دومه. من میام با نگه داشتن کنترل یا کامند روی این ماسک کلیک میکنم، قسمت‌های مربوط به پوست سلکت میشه. بعد میام تو همین لایه، یعنی باید بالای این لایه این اتفاق بیفته، از قسمت ادجاستمنت یه سالید کالر انتخاب میکنم، رنگ دومیه رو انتخاب میکنم. خب میبینین انگار اینجا خیلی بنفشه این رنگ برای ما، الان بهتون میگم چجوری باید درستش کرد. بعد از اینکه انتخابش کردین دوباره بیاین بذارینش روی سافت لایت و بیاین قبل و بعدش رو ببینیم. قبل و بعدش خوبه ولی یه مشکلی داره. بذارین پالت رو دیگه بزنم بره. برای اینکه این مشکل حل بشه که انگار یه دست یه رنگی پاشیدن روی پوست، توی این قسمت خالی من دبل کلیک میکنم و توی قسمت بلندینگ آپشن، بلند ایف که این پایینه، میام اسلایدرهای مربوط به ببین آندرلاینگ لیر که هست، این رنگای تیره رو میکشم به سمت راست. چه اتفاقی داره میفته؟ الان نمیتونم زوم کنم. این قسمت های تیره میاد اون
این رنگه از اون قسمت های تیره حذف میشه، ولی خیلی لبه هاش تابلوه. با نگه داشتن آلت اگر اینجا کلیک کنین میتونین دوتا رو از هم جدا کنین. اینو میبریم به سمت راست که این رنگ روشنه از تیرگی های مربوط به عکسمون حذف بشه. حالا ببینیم قبل و بعدش و قبل و بعدش. رنگ پوستمون اومد یه شادابیت بیشتری پیدا کرد، چون اومده بودیم کاری که اول کرده بودیم، یعنی کاری که در واقع با این کروه اومدیم انجام دادیم، باعث شده که یه ذره پوستمون بیحال بشه. بیاین اینو بیاریم رو ببینیم که چیکارش میتونیم بکنیم. اگر اینجا دبل کلیک بکنم میتونم این رنگ رو بیام تغییر بدم، یه ذره برم تو بازه مربوط به رنگای یه ذره نارنجی تر یا سچوریشنش رو یه ذره بیشتر کنم. دیگه هر کاری که بخواین میتونین اینجا انجام بدین برای اینکه یه پوست بهتری داشته باشین قبل و بعدش. پس اینم چند تا راه مختلفه که میتونین ازشون استفاده کنین برای اینکه توناژ رنگی رو درست بکنین. راهای دیگه هم هست ولی فکر می‌کنم اینو واقعا دیگه کافیه که خودتون به صورت شخصی رنگی که می‌خواین انتخاب بکنین از رنگ دیگه کپی بگیرین، یا اینکه به عهده خود فتوشاپ بذارین برای اینکه بیاد رنگ پوستتون رو براتون اصلاح کنه. اگه تا اینجای ویدیو رسیدین دیگه واقعا ممنون میشم ویدیو رو لایک بکنین، نظراتتون رو توی کامنت‌ها برام بنویسین، بهم بگین که دوست دارین دوره بعدی چی باشه و خیلی خیلی زود میبینمتون.